سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. جیب پرپول، تن سالم، دل خوش، هرچی آرزوی خوبه براتون دارم. امروز من میخوام به قولی که داده بودم عمل کنم و خورش آلو برگه درست کنم. منتها الان یه وقت دکتر دارم، باید یه آزمایشی بدم، آزمایش چکاپه. چند وقت حالا سرگیجه دارم و اینا، دکتر برام آزمایش نوشته، برم اون کارا رو انجام بدم و دیگه بیایم سر خورشت آلو برگمون. هم آلومو خیس کردم، هم برگم و گوشتم هم مزه دار کردم. هوا آفتابی و گرم، انگار نه انگار که داریم به زمستون نزدیک میشیم. اینم از باغچه خونه ما که خودم دوستش دارم. شما هم ببینید، آخه گل آفتاب گردون چرا اینجوری شده؟ چقدر قشنگ این گلای آفتاب گردون. من اومدم و کارام تموم شد و اینقدر شلوغ خیابونا، یعنی یه روز فقط به یه جا ما میرسیم. من با خودم گفتم که میرم آزمایشو انجام میدم، میرم پیش دکتر و کارامو انجام میدم، میام برای ناهار میرسونم غذا رو. ولی خب نشد، اینقدر اونجا شلوغ بود و دیگه خیابونا شلوغ بود که غذامون خورد به شب. برای خورش آلو برگه که به همه دوستان قول داده بودم که خورش زمستونی خیلی خوشمزه ای هست، گوشتش که مثل خورش های دیگه، مثل خورش قرمه سبزی قیمه، اول ما پیاز داغ میکنیم، گوشت رو توش تفت میدیم به همراه ادویه، فلفل و حالا هر ادویه ای که دوست دارید استفاده کنید، بعد میذاریم گوشتش بپزه. گوشت ما پخت، یه مقدار از پختش لازمه که مثلا یه ربع دیگه بپزه که اون موقع ما دیگه میریم سراغ آلو برگمون. آلویی که من استفاده کردم، ببینید این آلوه، این آلو رو از همدان خریدم. تابستون که رفته بودیم اونجا، شهریور بود دیگه، مهر بود، اول پاییز بود، رفته بودیم اونجا، براتون بلاگ گذاشتم. خیلی حال هوای خوبی بود، یه محله بود به اسم امامزاده کوه که اگر رفتید همدان حتما اونجا برید توی فصل همون شهریور و مهر ماه. دیگه انواع و اقسام گردو، هر قیمتی که بخواید، کیفیت خوب، حالا هر قیمتی بخواید که نه، از قیمت پایین تا بالا، حالا به درشت و ریزیش بستگی داره. دیگه شهر برگه، شهر آلو، من این آلو رو از اونجا خریدم. آلوها درشتیه، حالا نمیدونم، فکر میکنم بهش میگن آلو براقونی، که حالا جاهای دیگه من دیدم بهش میگن آلو براقونی. آلوی بخارا نیست. از آلو بخارا توی این خورش استفاده کردم، به این شکل، شکلش قشنگ نشده، آلو بخارا له شده توش، زیاد جالب نشده. نکته طلایی هم که برای این خورش هست رو در ادامه بهتون میگم. خب این آلو رو من خیس کردم، ببینید آبشو، این آب آلو رو هیچ وقت نریزید دور، انتقال بدید به خورشتتون. برای خورش آلو اسفناج هم من همین کارو میکنم، آبشو آخر سر اضافه میکنم.
آب برگن اونم همینطور، کم آب بگیرید، با آب گرم خیس کنید. یه بار که حالا دو سه بار من با آب گرم میشورم بعد خیس میکنم. این آبی که غلظت داره و حیف دور نریزید. حالا من این آبا رو انتقال میدم به خورشتم. این کفگیر سوراخ دارا جلوشو بگیرید. دو تا آلو افتاد. حالا اشکال نداره. دو تا اشکالی نداره. خب. اینم آب برگه. اینم بگم در مورد خورش‌های مختلف، قیمه، قرمه سبزی، هر خورشی که درست می‌کنید، اگر می‌خواید که خوشمزه‌تر بشه، غلظت خوبی داشته باشه خورشتتون، شما پیازداغی که اول اضافه کردید با گوشت تفت دادید، اون باشه با گوشتتون بپزه. مرحله آخر، یه رو 20 دقیقه آخر، باز دوباره پیاز رو سرخ کنید، یه مرحله دیگه اضافه کنید بهش. همون مرحله یک رو مونده به اینکه خورشتمون درست بشه، اون موقع اضافه کنید. این یه رو 20 دقیقه که با پیازداغ میپزه، غلظت میده به خورشتمون. فقط نکتهش اینه که شما اگر که برای اول خورش نگینی میکنید پیازتون رو، برای مرحله دومش که پیاز رو میخواید بریزید یک رو به آخر پخت، رنده کنید. پیازمون هرچی که ریزتر باشه بهتره. این که برای غذاهای مختلف ما بیایم تکنیک هایی به کار ببریم که غذامون خوشمزه ترشه به جای خودش، این که وقت بذاریم به جای خودش، تا روغن من گرم میشه و پیازمون طلایی بشه. داشتم میگفتم چشمم سوخت، دیگه قطع کردم. هر خورشی، هر غذایی، اولا که با حوصله که درست بشه یه چیز خیلی خوبی در میاد. به نظر من غذا اگر با حوصله درست بشه خیلی بهتره. غذایی که یه موقع هلهلیه، توی زمان کم همه رو میریزن رو هم میپزه و اینا، من خودم نمیپسندم، خوشمزه نمیشه. حالا نکته هایی که در مورد خورش من میدونم، همه جا هم به کار میبرم، همه هم حالا تعریف نباشه، خورشای منو دوست دارن، اینه که هر خورشی یه تکنیکای خودشو داره. مثل همین که حالا یه سری ها مشترکه، مثل این که شما خورشی که درست میکنی مرحله آخر، یک رو به آخر پخت که گفتم، پیاز رو دوباره تفت بدید، یه پیاز تفت داده زعفرونی، یکم زعفرون آخر سر بریزید اضافه کنید. این باعث میشه که لعاب خورشتمون اندازه بشه و خوشمزه تر بشه. در مورد قرمه سبزی مثلا، من خیلی یاد دیدم که قرمه سبزی میپزن، میگن قرمه سبزی غذای راحتیه، یه تاپ میدن گوشتشو با پیازشو، دیگه بقیه رو میریزن درشو میذارن و این باز خودش میجوشه و میشه قرمه سبزی. اون شاید شکل قرمه سبزی بشه، حالا همون سبزی قرمه سبزی و گوشتای توش و اینا رو همه رو داشته باشه، ولی از نظر من اون طعم خوشمزه قرمه سبزی رو نمیده. یه نکته این که اگر ما گوشت و پیاز رو به اون اندازه‌ای که باید استفاده نکنیم، باز همونطور خورشت خوبی نداریم. بعضیا مثلا من دیدم توی خورشت قرمه سبزی گوشت کم می‌ریزن، که اصلا به نظر من خوشمزه نمیشه، چون سبزی که اصلا مزه‌ای نداره. همین خورشت آلو برگر رو یه نفر درست کرده بود، خب خوشمزه بود، ولی اصلا مجلسی نبود، اصلا قشنگ نبود، دفعه انتقال داده بود به ظرف سرو که آلواش له شده بود، دیگه برگه هاش توش له شده بود. نکته ای که توی این خورش هست اینه که حتما زمانی ما از آلو و برگه استفاده کنیم که دیگه آخر پخت غذا باشه، اینا له نشه، شکل خودشو داشته باشه، چون اگر شکلش از بین بره قشنگی رو نداره، شاید خوشمزه بشه ولی اون قشنگی سرو خورش رو نداره. بعد وقتی که ما خورش داریم درست میکنیم، مخصوصا قیمه که چند مرحله داره، من قرمه سبزیم هم چند مرحله درست میکنم، اول همه رو نمیریزم با هم دیگه. در مورد قیمه ویدیو هم گذاشتم، وقتی مرحله آخر روب رو اضافه میکنیم، نباید در خورش رو بذاریم، چون در خورش رو که شما میذارید باعث میشه که تیره بشه رنگ خورش. کلن مرحله آخر خورش در خورش رو کامل نذاریم روش، یا نیمه بذاریم یا اصلا نذاریم. بعد قرمه سبزی هم من چند مرحله درست میکنم، حالا پیاز و گوشتشو که تفت میدم میذارم یه کم بپزه، نیم پز که شد اون سبزی رو اضافه میکنم، سبزی سرخ شده رو اضافه میکنم،
که بعضیا دوست دارن بیشتر تفت میدن، سبزی رو به سیاهی میره که میگن مجلسی تره، بعضی هم خیلی تفت نمیدن. من حالا در حالت متوسط، نه خیلی سیاهش میکنم نه حالا خیلی کم تفت میدم و اضافه میکنم. لوبیا رو من همیشه برای خودمون لوبیا چیتی و قرمز رو قاطی میکنم که اون طعم لوبیا چیتی و لعابش باشه، اون لوبیا قرمز هم باشه. ولی مجلسیش اینه که ما فقط لوبیا قرمز استفاده کنیم. وقتی که برای خودمون درست میکنم این لوبیا رو، حالا غیر از اینکه خیس کردم، میذارم میپزه، اونم لعابشو که پس داد نیم پس شد به خورش اضافه میکنم. یه بار امتحان کنید چند مرحله قرمه سبزی رو درست کنید، خیلی طعم خوبی میده. که وقتی که یک کم دیگه لوبیا وسط های پخته شد، ما به غذامون اضافه کنیم به خورشتمون. حالا در مورد لوبیا قرمزم، اگر خیس نکرده باشم یه طوری بشه که همون آن باید درست کنم قرمه سبزی رو، لوبیاها رو میذارم یه جوش بخوره، یه آب سیاهی هست اون لوبیا قرمز، اون آب سیاهش خارج بشه و اضافه میکنم، یا همینطور میذارم نیم پز بشه اضافه میکنم. دیگه مرحله آخر که سبزی رو اضافه کردم، اون موقع لیمو عمانی رو اضافه میکنم. 5 دقیقه آخرم حتما از رب لیمو عمانی استفاده میکنم یا رب انار به همراه مثلا آب نارنجم باشه دیگه خیلی خوب میشه. آخر سر اضافه میکنم، یه 5 دقیقه میجوشه و دیگه تمام، قرمه سبزیمون جا افتاده و خوشمزه میشه. یه دوستی گفته بود که شما میتونید پودر بامیه توی خونه داشته باشید که مواقعی که خورشتتون رو دارید، حالا توی زمان کم میپزید، این پودر رو اضافه کنید بهش، خورشتتون بیاب بشه و لعابدار بشه. من چند دفعه امتحان کردم برای قرمه سبزی، خوبه، ولی خب یکم رنگ قرمه سبزی روشن میکنه. اون رب لیمو عمانی که من میگم هم غلظت میده به خورشتمون، هم سیاه میکنه رنگ قرمه سبزیمونو، تیره میکنه. اینجا پیازمون که سبک شد یکم، من از روغن زیادی هم استفاده نکردم برای مرحله دوم، چون از قبلا پیاز و گوشت تفت دادیم که روغن. اینجا خیلی هم نمیزنیم که یه موقع برگه هامون له نشه. حالا اینجا زعفرون اضافه میکنیم. این تقریبا 1 و 20 دقیقه دیگه بپزه، دیگه تموم شده، درشم نیمه میذارم. بعضیا دوست دارن رب اضافه میکنن، ولی من حالت زعفرونیشو بیشتر دوست دارم، میتونید رب هم استفاده کنید. اینجا یه نظرخواهی هم میخواستم بکنم در مورد صدای ویدیوها، که یه نفر یا دو نفر از دوستان گفته بودن که شما هیچ وقت صداتون درست نیست، صداتون واضح نیست. ولی خب حتی بعضی از دوستان گفتن ما مشکلی نداریم. حالا من خواستم اینجا نظرخواهی کنم، اگر که صدای من توی ویدیوها خوب نیست، که از میکروفون استفاده کنم. توی داستان که خب از میکروفون استفاده میکنم، حتی توی اونم بعضی از دوستان گفتن صداتون نمیاد، که من توی بازار از میکروفون رود خیلی شنیده بودم که این میکروفون رو بهترین میکروفونیه که برای گوشی میشه استفاده کرد. خیلی تحقیق کردیم، رفتیم تهیه کردیم، که بازم اونجا هم اختلاف نظری که خیلی هم میگن نه ما مشکلی نداریم، خیلی برام تعجب داره. حالا داستان به کنار، اونو که اونجا نظر خواهی میکنم، ولی توی ویدیوهای ولاگامون و حالا آشپزی و اینا دوستان گفتن صداتون ضعیفه، میخوام ببینم که چند نفر مشکل صدا دارن. اگر که صدا ضعیفه و خیلی از دوستان مشکل دارن، به من بگن توی کامنت ها بنویسن که من از این به بعد ولاگا و دیگه آشپزی رم از میکروفون استفاده کنم. این نظرخواهی خیلی مهمی بود، هر بار میخواستم بپرسم فراموش میکردم. این بار یادم افتاد که ازتون بپرسم که از میکروفون استفاده کنم یا نه مشکلی نداری.
اینم خورش آلو برگه ما با این غلظتی که دارید میبینید. من بکشم توی ظرف. ببینید همونطور که گفتم نه آلوهاش رو رفته نه برگه هاش. باید همین شکلی باشه. یه برنج دمی برگردونم باهاش درست کردم که کنارش خیلی با برنج دمی خوشمزه میشه. البته با برنج آبکشی هم خوب میشه ولی با دمی هم خیلی خوشمزه میشه. پس نکته های این خورش این بود که حتما آلو و برگش سرخ بشه، یه رو به آخر اضافه بشه که وانره. تا ویدیو دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.